عرض سلام و احترام دارم خدمت همراهان گرامی فرادرس. بنده امید زندی هستم. در این آموزک می خواهیم به قواعد اصلی حد توابع نمایی بپردازیم. 4 تا قاعده مهم رو در این آموزک می خواهیم با هم یاد بگیریم. اولین قاعده، قاعده توان هست. حد fx به توان gx زمانی که x به سمت a میل می کند برابر هست با حد fx در a به توان حد gx در A. یعنی به صورت مجزا میتونیم حدهای fx و gx رو محاسبه بکنیم و اونها رو به توان هم برسونیم. برای مثال لیمیت x به سمت 0 سینوس x تقسیم بر x به توان 1 منهای کوسینوس x تقسیم بر x به توان 2 طبق این قضیه برابر هست با لیمیت x به سمت 0 سینوس x تقسیم بر x به توان لیمیت x به سمت 0 1 منهای کوسینوس x تقسیم بر x به توان 2. حال در هر دو تا حد اگر x رو 0 بذاریم حالت مبهم 0 تقسیم بر 0 رو داریم که برای حل این حد از قاعده هوپیتال استفاده می کنیم. در نتیجه حد برابر میشه با از صورت و مخرج کسرها به صورت مجزا مشتق میگیریم. میشه لیمیت x به سمت 0 مشتق سینوس x میشه کوسینوس x مشتق x هم میشه 1. به توان لیمیت x به سمت 0 مشتق 1 منهای کوسینوس x میشه سینوس x مشتق x به توان 2 هم میشه 2x. حال اگر در عبارت اول x رو 0 بذاریم کوسینوس 0 به دست میاد که معادل 1 هست و همچنین در این حد هم یه بار دیگه از قاعده هوپیتال استفاده بکنیم، مشتق صورت میشه کوسینوس x مشتق مخرج هم میشه 2 و x رو 0 بذاریم 1/2 به دست میاد، پس حاصل حد میشه 1 به توان 1/2 یا رادیکال 1 که همون مثبت 1 به دست میاد. پس این قاعده اول هست. اما قاعده دوم پایه ثابت هست. حد b به توان fx در x برابر با a برابر میشه با b به توان حد fx در x به سمت a. برای مثال برای محاسبه حد x به سمت بی نهایت e به توان ln x تقسیم بر x طبق این رابطه کافیه که e به توان حد x به سمت بی نهایت ln x تقسیم بر x رو محاسبه بکنیم. اگر در این کسر x رو بی نهایت بذاریم حالت مبهم بی نهایت تقسیم بر بی نهایت رو داریم که باز هم میتونیم از قاعده هوپیتال استفاده بکنیم. پس میشه e به توان حد x به سمت بی نهایت مشتق ln x میشه 1x مشتق این x هم میشه 1. پس میشه ای به توان لیمیت x به سمت بی نهایت 1x که میشه 1 تقسیم بر بی نهایت معادل 0 هست. ای به توان 0 هم برابر با 1 به دست میاد، پس حاصل این حد هم برابر با 1 هست. قاعده سوم توان ثابت هست. حد fx به توان n زمانی که x به سمت a میل میکند برابر هست با توان nم حد fx در a. دقت بکنید که n در اینجا یک مقدار ثابت هست. به عنوان مثال برای محاسبه حد x به سمت بی نهایت 1 منهای x ضرب در سینوس 1x به توان 10 طبق این رابطه کافیه که ابتدا حد x به سمت بی نهایت 1 منهای x ضرب در سینوس 1x رو محاسبه بکنیم و سپس اون رو به توان 10 میرسونیم. اگر آلفا به سمت 0 میل بکند در این صورت سینوس آلفا تقریبا هم عرض با خود آلفا هست و یا به صورت دقیق‌تر میتونیم آلفا منهای آلفا به توان 3 تقسیم بر 6 رو هم در نظر بگیریم. این آلفا هم عرض مرتبه 1 هست و دو تا جمله رو در نظر بگیریم یک هم عرض درجه سوم به دست میاد. در اینجا ما از همون آلفا میتونیم استفاده بکنیم. اگر x به سمت بی نهایت بره 1x طبیعتاً به سمت 0 میل میکند. در نتیجه در بی نهایت میتونیم سینوس 1x رو
همون یک ایکسوم در نظر بگیریم. پس اگر حاصل حد رو با آی نشون بدهیم برابر میشه با لیمیت ایکس به سمت بی نهایت یک منهای ایکس ضرب در هم عرض سینوس یک ایکسوم که معادل یک ایکسوم هست به توان ده. ایکس ضرب در یک ایکسوم برابر با یک هست و یک منهای یک هم صفر میشه و حد صفر هم صفر میشه. صفر به توان ده هم باز هم صفر به دست میاد. قاعده آخر هم توان رادیکالی هست. حد رادیکال اف ایکس به فرجه ان زمانی که ایکس به سمت ای میل میکند برابر هست با رادیکال حد اف ایکس در ای به فرجه ان. یعنی حد رو میتونیم به داخل رادیکال منتقل بکنیم. به عنوان مثال میخواهیم حد ایکس به سمت یک رادیکال ایکس منهای یک تقسیم بر ln ایکس به فرجه 3 رو محاسبه بکنیم. طبق این نکته میتونیم حد رو به داخل رادیکال منتقل بکنیم. پس میشه رادیکال به فرجه 3 حد ایکس به سمت یک رادیکال ایکس منهای یک تقسیم بر ln ایکس. حال در این عبارت اگر ایکس رو یک بذاریم هم صورت و هم مخرج صفر میشه، پس حالت مبهم صفر صفر رو خواهیم داشت. پس میتونیم از قاعده هوپیتال استفاده بکنیم. میشه رادیکال به فرجه 3 لیمیت ایکس به سمت 1 مشتق رادیکال ایکس منهای 1 میشه 1 تقسیم بر 2 رادیکال ایکس مشتق ln ایکس هم میشه 1 ایکسوم. اون رو ساده میکنیم میشه رادیکال به فرجه 3 لیمیت x به سمت 1 رادیکال x تقسیم بر 2. این x به صورت منتقل میشه و x تقسیم بر این رادیکال x میشه همون رادیکال x. و حال x رو 1 بذاریم در این صورت رادیکال 1 تقسیم بر 2 به فرجه 3 به دست میاد که معادل هست با 1 تقسیم بر رادیکال 2 به فرجه 3.